آیا شما هم سوال کرده بودید که عمیق‌ترین استخر دنیا کجاست؟ من اومدم عمیق‌ترین استخر دنیا رو پیدا کردم و میخوام بهتون نشون بدم. این استخر 60 متر عمق داره و تقریبا به اندازه مجسمه آزادی نیویورک است. داخل این استخر یه شهر کامل رو درست کردن و حتی سلبریتی‌های معروف مثل ویل اسمیت اونجا بودن و من میخواستم حتما اینجا رو به شما نشون بدم. پس من رفتم اونجا که بهتون اینجا رو نشون بدم. خوش اومدید به عمیق‌ترین استخر دنیا. میخوام بریم داخلش شنا کنیم و 14 میلیون لیتر داخل این استخر آب داره. همه چی داخلش هست. دو چرخه دارن داخلش، ماشین، خونه، شطرنج بازی مختلف اینا و همه چی. میخوام به خودم ببرم و شما نمیتونید این ویدیو رو از دست بدید. اگه جدید هستید و هنوز دکمه سابسکرایب رو نابود نکردی، همین الان نابودش کنید. بزن بریم. خب بچه ها، استخری که میبینید اینجا نگاه کنید، نزدیک 60 متر عمق داره که اندازه یه هواپیماست. خب بچه ها، اینجا استخرشه. نگاه کنید داخلش چی دارن بچه ها. شطرنج دارن دیگه بچه ها. کل شهر رو بردن داخل اینجا بچه ها، درست کردن. نگاه کنید اصلا شهر بچه ها. اوه بچه ها واقعا من میترسم که برم داخل ما شدا کنه کجا عمیقه. خب اینجا الان وقتش بود که بیام لباسا رو و کفشا رو امتحان کنیم قبل از غواصی و اینجا که میبینید الان بهم کفشای غواصی دادن، عینک غواصی و غیره که دیگه آماده بشم تا برم داخل آب. خب بچه ما الان با سرگه هسته این که میاد ما رو همه جا نشون میده که ببینیم چی خبره، چه چیزایی دارن. اینجا بچه ها اتاق کنفرانس از اینجا که میبینید بچه ها صندلی اینا رو گذاشتن و این ور رو نگاه کنید بچه ها. استخر رو ببینید، یکی داره حرف میزنه واقعا اصلا حواستون پرت میشه، اصلا نگاه نمیکنه به اینجا، فقط به اینجا نگاه میکنه. به اینجا بچه ها کلاس درستون بود و اینجا شما میامدی بهتون ریاضی و اینا یاد میدادن و این برم استخته بچه ها. واقعا این خفن ترین و بهترین چیز نبود اگه اینجا شما میتونستید درس بخونید. ضخامت این شیشه 30 سانتی متر بچه ها، فقط این آب اینقدر که فشار زیاده که این شیشه اینجا نشکنه. خب بچه اینجا که میبینید الان استخر است بچه ها، از اینجا شروع میشه و از اینجا میپریم داخل آب و میریم زیر آب بچه ها. خب بچه اینجا که میبینید کنترل رومشونه و 5-6 تا دوربین بچه ها داخل آب دارن که از این صفحه مختلف میتونید ببینید. بچه اینجا قواص ها آماده هستن که اگه اتفاقی افتاد اینا بچه اینجا که میبینید نگاه کنید بچه ها داخل تلویزیون بچه ها اینجا که میبینید اتاقای مختلف دارن که اگه خدایی نکرده و اگه مثلا یه اتفاق بیفته اینا سریع میتونی کمکت کنن و حتی میتونی با اینجا حرف بزنی و میگن که حتی اگه گرسنه‌ای اینا هست میتونی اینجا پیتزا اوردر کنی اینا و برات میارن زیر آب. Right, you will bring the pizza down there, huh? Okay, let's go. فقط از اینا هم دارم که استفاده کنید. But it's not on, روشن نیستش. بچه داره بچه اینجا داره یکم بازی خطری میشه بچه اینجا از الکتریکی ها میزنم بهت وقتی کار بدی کردی اینجا بهت شوک میدن که دیگه این کارهای بد انجام ندی. بچه یکی از خفن ترین اتاق هاست که تا حالا دیدن بچه اینجا که میبینید یه هایپر باریک چیمبر دارن که این تو میتونید شما تمرین کنید. فشار زیر آب به شما میزنن که شما همون احساس کنید که وقتی زیر آبید اینجا کنید که تمرین کنید که چیچ وقت وقتی میری زیر آب، چون که میدونید که وقتی میری زیر آب فشار آب بیشتره و یکم ترسناک‌تر میشه. بذار بهتون نشون بدم دیگه بچه ها. اینجا که میبینید کنترل رومشو داریم، دره رو که اینجا میبینید بسته میشه و نگاه کنید بچه ها حتی صندلی مختلف داره اینجا که اکسیژنه که اینجا میشینید. من نمیستم که اینقدر باید قبلش تمرین کنی که فقط بتونی بری غواصی کنی. من فکرم همینجور میرن داخل آب و شنا میکنن و چند تا ماهی میبینن. خب بچه اینجا هم که این ذره دارن که وقتی گرسنه‌شو میشن تو بچه ها اینو باز میکنن که اینجوری بازش میکنن و این تو غذا رو میذارن و اونورم باز میکنن که غذا رو بخورن. وقتی گرسنه شد مثل همین که پیتزام بالا اورده کرده بودم همینجا بهتون میدن. بچه این عکس از داخل این استخره است که میبینید. بچه اون بالا اتاق اول داریم، بعد میره اتاق دوم کتابخونه داریم، اتاق معمولی داریم، اتاق خواب داریم، برش اینجا اتاق فراری هم داریم بچه، ماشین، برش میریم پایین، بعدش اون پایین هم که آخرشه. بچه اینجا متخونه این استخره است که 15 میلیون لیتر آب و 5 بار در روز تمیز میکنه. بچه فقط نگاه کنید اینجا که میبینید آب و با نور یووی یا همون ماور و بنفش بچه میان آب و تمیز میکنن. اینجا هم که میبینید اوزون ریاکترشونه بچه و اینجا میان با گاز اوزون آب و تمیز میکنن. بعدی که از این یووی رفت اینجا که میبینید
میاد داخل این و اینجا آب و تمیز میکنن. بچه اینجا که میبینید اتاق تجهیزاتشونه و همه وسایلی که اینجا میبینید واسه غواصی استفاده میشه. از اینجا که دارین لباسا رو دارن آماده. بعد اینجا رو نگاه کنید آماده هستید ببینید چقدر اینجا اکسیژن دارم بچه‌ها. و الان لباسام آماده دارم میکنه. اینم که لباسم واسه غواصی. بریم لباس رو عوض کنیم. چه شکلی شد؟ لباس من تنگ کردم. خیلی تنگه. ولی پس آماده هستیم و بریم. بریم شنا. بعد دیگه وقتش شد که دیگه آماده بشم و بریم زیر آب ببینیم پایین آب چی خبره. و اینجا که میبینید واقعا نیم ساعت تا 40 دقیقه فقط وقت برده بود که آماده شم و واقعا نزدیک نیم ساعت طول کشید تا کل قانونه که باید بلد باشی که زیر آب استفاده کنی و بهم توضیح میداد. بچه ها واقعا باور نمیکنید که چقدر قانونای مختلفی باید میدونستی و یاد بگیری، چون که وقتی یه اشتباه کوچیک کنی واقعا خطری میشه و میتونی آره بمیری. برای اولین بار من میام الان از اکسیژن استفاده میکنم. تا حالا که عمرم استفاده نکردم. چه احساس جالبی میده به لباس رو پوشیدیم. اینجا چند تا اکسیژن اضافه داریم اگه اتفاق بیفت و اینا. الان ما داریم 60 میمیریم داخل آب. آمادم بریم داخل آب و ببینیم چی خبر. و دیگه وقتش بود که برم داخل آب. بعد دیگه وقتش بود که از تجهیزاتی که زیر آب داشتن استفاده کنیم و ببینیم که چی چیزای جالبی و خفنی داخل آب داشتن. از میز بیلیارد اینجا که میبینیم من سعی کردم که بتونم زیر آب یه توپو بنزم داخلش، ولی اینجا که میبینی آخه اصلا خطا کردم و این بازی رو باختم. و اگه همیشه این سوال داشتی که آیا میشه ماشین رو زیر آب سوار شد، اینجا جوابتونه. یه ماشین زیر آب داشتم و من اومدم داخلش و هم سوار ماشین شدم. ماشین جالب نیست؟ بیا اینجا هم یه موتور دوکاتی داشتن و بله سوار این موتورم که شدم. میبینی میخوای زیر آب ورزش کنید؟ بیا اینم ورزشتون. و اگه خسته شدید اینجا میتونید شما استراحت کنید و مجلتون رو بخونید. و اگه میخوای یکم شطرنج بازیتون رو بهتر کنید اینجا میتونید زیر آب شطرنجتون رو تمرین کنید. اگه اضطراری هم شد همینجا زیر آب میتونید کارتون رو انجام بدید و یادتون نره دستتون رو همیشه بعد از کارتون بشورید. بله حتی زیر آب. باشه من الان تمام شدم و خیلی باحال بود. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. میانه دکمه سابسکرایب رو نابود کنید. ویدیو بعدی من شما ببینم. خدا نگهدار.